سلام، شب شما بخیر. با عیدتان مبارک. امیدوار هستم که تندرست و صحتمند باشین و در این ایام عید از گوشت قربانی زیاد استفاده نکنین که خدای نخواسته مریض نشین. هوا هم خب بسیار زیاد گرم هست و همچنان توجه جدی داشته باشین، به خاطر کرونا زیاد گشت و گذار نکنین. ما چی میگن نصیحت نمیخوایم بکنم، فقط میخوایم صحبتایمون با شما شریک بسازم. ماسک حتما بزنین و اگر میخواین که خودتان صحتمند باشین، فامیلتان، اقاربتان، دوستانتان، میشه که یک تلفن برشان بگیرین و عید برشان تبریک بدین. ما هم تلاش کردیم که وضعیت کرونا را در نظر داشته باشیم و یک متر فاصله و 1.5 تا 2 متر فاصله را در نظر داشته باشیم تا اینکه خدای نخواسته مریض نشین. برگشتیم باز هم با ویژه برنامه اید در اسکی بپرسم. باز هم طبق معمول 6 اشتراک کننده، 50 امتیاز و 3 چراغ سبز. اما اشتراک کننده های امشب ویژه هستن، از لباسایشان معلوم میشه تیم مدلینگ اجمل حقیقی هستن. بیشتر صحبت ها را همراهشان میداشته باشیم، اما چه خوب است که در رخص بریم همراهشان معرفی کنیم. شیراز کامل مدل، حسنات عمرزای مدل، اجمل حقیقی مدل، زبی الله حبیبی مدل، هاجر سادات مدل، عبید الله مجیدی مدل. ویژه برنامه عید قربان را بیننده هستین از شبکه تلویزیون 1. برنامه است که بپرسم. باز هم 6 اشتراک کننده که شما معرفی شدین، از لباس‌های مقبولشان حتما خوشتان آمده. می‌خوایم که سر صحبت‌ها را با اجمل جان شروع بکنیم. عیدتان مبارک، خوش آمدین. سلامت و سید دلوی بخون که سپیتل سیان تلاب پنامه سلامون اونی کلی تاستا او دی یک تلیزون قدرمان امینه وارو تا دلوی اختر دی رسول مبارکی هم طول حوادوالو توایم پا دی هیلا چه دا اختر دی جنگ و جگری پای پا افغانستان کیوی انشاءالله. بسیار زیاد تشکر از اینکه با تیمتان آمدین. مگم یک چیز شوخی کنم، اجمل جان، هم کالای مقبول خودتان پوشیدین. والله کالای ما میکس است فاطمه جان، در دفتر میکس است. مثلا ما که در دفتر میایم بگیم کی چی را میپوشه، خودشان انتخاب میکنم. باز هر انتخاب نگر بادم، آخرش هم انتخاب میکنم، اما آخر من لباس میپوشم دیگه. دیگه از این بالا میگن نه اول از همه خودت خوش میکنی میمانی با نشناسی. خب این لباس ها یک رنگ بسیار مقبول داره، هرچند که بعضی از آقایان رنگ روشن زیاد نمیپوشن، اما خوب است که یک مکس بسیار خوب از چی میگنم و طرح سنتی و یک رنگ بسیار مقبول. از کدام سمت و سوی خاص است؟ یاسین و یخن یا نه؟ نه خیر فاطمه جان، این لباس مربوط کدام سمت مشخص نمیشه. خواستم یک کار قرزوزی را در لباس مردانه بیاریم. فقط کلاه لونگی مربوط ولایت زیبای پکتیا میشه که یکی یعنی خاص علاقمندی لونگی هستیم که میشه بتانیم در برنامه مختلف، گرچه ما لباس های اقوام مختلف هم میپوشیم، خواستم در این برنامه ویژه از این لونگی استفاده بکنیم. بسیار خوب، حتما صحبت های دیگه هم میداشته باشیم امروی تیم مدلینگ اجمل حقیقی، تیمشان که آمدن. اما به خاطر که وقت ضایع نشه سوالات را میخوایم بخونم. درست است، در دو تیم شما تقسیمات شدین، تیم اول و تیم دوم. سوالات مرحله اول خیلی آسان هست، از هر کدامتان در مرحله اول 2 سوال پرسیده میشه که امتیازات شما در مجموع باید 70 امتیاز شود. اما اگر جواب دادن نتانین دیگه گناه خودتان است. باید بدانیم تیمی جواب بدیم، مشوره و اینا در مرحله اول صحیح است. خب و اجمل جان، زمانی که از کی بپرسم بخش شروع میشه، اگر شما نمیتونین بک دیگر تا مشوره داشته باشین. سوالاتی که در بخش اول است درست است، یک کمک ما همراهتون همکاری میداشته باشیم و میتونین که مشوره هم داشته باشین. ما بردان اجازه میتیم، ویژه برنامه هست، بسیار زیاد لیاز دانم میکنیم. بیا خدا خب. خیر مارا پیش. از کدام تیم بپرسم اولین سوال را؟ زبی الله یا اجمل؟ مرخص مایلتان است. بیا از استادایی پسار که کمه داره مقصد ما که میبینم از امیال خلاص هستین. یک کوکس بزنه بزنه ایتان رفتین دیگه پس از دفتر در پوشی چرکی نشستین. چطور؟ نه خدا نکنه تو باشه، ما اکیسای بسار صمیمی هستیم. یعنی با ما خو یک وقتی اجمل جان که بشناختم قدر بارتان غیبت میکرد. نه خیرتون نیست. چند مدت میشه در تیم کارا شروع کردیم؟ ما خو تخمین 5 سال 6 سال است که همراهی اقیس های بیک جای هستیم، در یک تیم هستیم و نظر با مشکلات در یکان برنامه کمرنگ است. چرا کمرنگ دیگر یک جای هستیم؟ خب مصروفیت ها هست، مشکلات ها هست. ورزشکار هم که هستیم نام خدا. تشکر، سلامت باشم. چند متر تیکه بر شما یک پیراهن تیم با میشه؟ 5 متر میشه. اقیس های کار ما زیاد به تکلیفه. نه اون 4 هستیم، 4 هست خدا زیاد دادم. مگر بودی بلر نگی با من با خدا حال میکفه کالا در جانشان.
خب زبی الله از تیم شما شروع میکنیم، چون شما در بخش مدلینگ هستین و مدل هستین. سوالات بخش اول بیشتر برمیگرده بر تیم مدلینگ و طرح و دیزاین. خب سوال اول، سوال خیلی آسان آمده، یک مدل کیست؟ خب یک مدل که با دیگر اشخاص عادی تفاوت داشته باشه از هر نگاه، از چهره، از لباس، از کاراکتر، از استایل موریش، از همه چیز، یعنی یک چیز برجسته باشه از مردم عام، با اون میتوانیم مدل بگوییم. بسیار خب، صحیح بگیریم دیگه. آفرین، تشکر بکنین، ده امتیاز اینا گرفتن. و سوال بعدی از تیم اجمل، شرایط وارد شدن به حرفه مدلینگ چیست؟ کسی که میخواد تازه بیای مثلا امو پنجره مدلینگ مثلا در زندگی خود باز بکنه، اون ویژگی های خاصه که قد بلند است، مثلا مقبولی است، اندام مناسب است، این ویژگی ها را در خود دیده، خلاصه دیگه مثل فاطمه جان مثل فاطمه این ویژگی ها را در وجود خود دیده، بعد میخواد پنجره مدلینگ باز بکنه، بعد میتونیم که اونمو از لحاظ تکنیکی اما مواردی که نیاز است رویش کار بکنیم، بعدا شبک یک مدل استاندارد شد. دقیقا، تشویق شان بکنید، ده امتیاز همچنان اجمل جان گرفتن. اجمل جان، شرایطی که یک مدل در افغانستان داره با شرایطی که مدل های دیگر در کشورهای دیگر دارن متفاوت است یا نه؟ امو چیز است؟ تفاوت داره. از لحاظ امو ای که بازار تکنیکی مثلا متفاوت نیست، اما یک ویژگی را باید داشته باشه، ولی از لحاظ شرایط کاری پیرخ میفهم که شرایط امنیتی مثلا همو وضعیت دشواری که یک مدل میتونه داشته باشه وضعیت هایشان فرق میکنه، ولی شرایط چون یک شرایط است. یک سوال دیگه، سوال خیلی زیاد شد، در دیگه کمپانی های بسیار، یعنی برند های بسیار مشهور، خانم هایی که بسیار زیاد سنشان بزرگ هستن یا اندام بسیار بزرگی دارن و مدلینگ میگیرن، چه مطالعه را اندام تقریبا حدودا 4 سال میشه که مثلا در پاریس برای نخستین بار امی فیشن شو برگزار شده بود، از اینکه مثلا لباس باید برای اندامای چاق ما آماده شود. دیگه ما هم کوشش میکنیم که داشته باشه از مدلای اولین مدلی که از طبقه از ذکور بگیرین، حتما علی جان پروڈیوسر برنامه ما رو بگیرین. علی جان باز روی موش کار بکنیم حتما. خب هاجر جان، سوال بعدی از شما است، چه لباس مقبولی ساده رسمی هم هست در بیرون و تمام جای پوشیده میشه نه؟ من بسیار خوب، یک مدل بیشترین زمان خود رو بالای چی مصرف میکنه؟ بالای استایل لباس. نه استایل لباس. استایل لباس دیگه؟ موی، مراقبت از ظاهر، مراقبت از پوست و داشتن یک اندام مناسب. دقیقا جواب هاجر جان دقیقا درست است، ده امتیاز گرفتن، تشویقشان بکنید. و حسنات جان، حسنات جان هم چه لباس مقبول پوشیدین؟ این لباس عروس است دیگه. عروس فکر میکنم عروس شدیم باز. داماد کی است؟ نوین این چهار نفر؟ نامعلوم. نامعلوم. انشاءالله که پیدا شما برای دیگه دامادم. سوال بعدی از شماست. خب. دیوید گندی یکی از معروفترین چهرهای مدلینگ جهان از کدام کشور است؟ میشناسینشان؟ یک. نه ولی اولین بار نشنیدیم. این اجمل جان کمکشان کنین. دو. از کشورهای اروپایی است. امریکا؟ اروپایی. از؟ نمیفهمم. انگلستان. صحیح است حسنات جان، چون عروس هست لیازش هم میکنیم، نمیمانیم نمرش کم شما، ده امتیاز گرفتن، تشویق شد میکنیم. بطن اینا از انگلستان هستن و عبیدالله. یک کمی یک قصه کنیم دیگه نی؟ لباس چرا کم کار شده است؟ لباس ما از هاری لوزی است، یک دیزاینر که ساده است که بر بچه ها استفاده میشه که در محفل های خوشی خود استفاده کنه، در ایدا بپوشند. در ایدا البته. جذابترین مرد سال 2021 از دید مجله پیپل چه کسی شد؟ نه ایفم میگه نام خود در نگیری حالا نام خودم عبدالله مجیدی شد. در افغانستان اصلا گرفته میشه مایکل جوردن. آه
تنامزیم خب عبیدالله هم به خاطر که آسنات امروشان همکاری کردیم از عبیدالله از این تیم هم نمیگذاریم ده امتیاز برشان میتیم آفرین شیراز بله نامتان شیراز است بله خوش باشم شما قصه بسیار زیاد داریم اما کردی سر میگه در این سگمنت بسیار زیاد گپ زدی زیاد گپ نزن بگم در لست 30 زیباترین زنان جهان در سال 2018 نام کدام بانوی افغانستانی که آوازخوان هم است شامل بود؟ آریانا سعید؟ نه، یک دمی چهار طرفش آوازخوان های مشهور هستن دو سه مشوره خونه ایتانیم گیرم او مشوره کنین تیز تیز دگره تو اگه مشوره کنید خونه میشم اجمل جان مجده مجده جمالزاده آفرین مجده جمالزاده در امتیاز گرفتن بازم از ربیع‌الله سوال بعدی رو میپرسیم که جولیا گامای برازیلی در مسابقه ملکه زیبایی جهان 2021 رتبه چندم را از آن خود کرد؟ رتبه اول یک دوم آفرین دوم ده امتیاز گرفتن و اجمل جان در سال 2021 چه کسی ملکه زیبایی جهان شد؟ نامش فراموش میشده خب اما از کشور نمیدونم روسیه بود یا عراق اندرا مسا نامش بوده اینا سر از این ورق نمیری شما هم بگید اندرا مسا در امتیاز گرفتن اجمل جانم چی میگن سر تیم هستن چیزی نمیگیم برشان در امتیاز برشان میتیم اما دیگه در مرحله بعدی فهمی از خودگذریا هست که باز از تیم یک دیگه برتان میتوم اما بازم مرحله بعدی چون نقل نکنیم خب هاجر جان سوال دوم از شما هست که مایکل جوردن یکی از معروف‌ترین مدل‌های جهان است از کدام کشور است؟ آمریکا. آفرین دقیقاً تشویقشان بکنین از آمریکا. حسنا جان برای نخستین بار مسابقات آق و بانوی سال در افغانستان در کدام سال برگزار شد؟ در سال 2020 آفرین در سال 2020 ده امتیاز گرفتن و عبیدالله حماسه که در سال 2005 و در سن 18 سالگی ملکه زیبای انگلستان شد در اصل از کدام کشور است؟ حماسه فکر کنم از افغانستان است دقیقا جواب شما درست است از افغانستان و شیراز یک کلمه دیگر به جای کاخ بگویید. به جای کاخ، قصر. آفرین، دقیقاً قصر و عمارت بلند. تشویقشان بکنید. هر کدامتان تانستن که در این مرحله حالا با مشوره و هر آن چیزی که بود 70 امتیاز بگیرید. مرحله بعدی دیگه مرحله اسکی بپرسم شروع میشه. شما باید برای خودتان جواب بدید و برای خودتان کار بکنید. یعنی که اول تیم مقابل، بعد هم تیمیای خودتان. شما حذف میسازین اگر کمک بکنین به هم تیمیتان به تیم مقابلتان به ضررتان است بخاطر که باعث میشه که از خودتان پرسیده شود سوال به خودتان حذف بسازین به هیچ کس نقل نتین به نوبه خودتان و به نوبت خودتان جواب بتین تمام امی است که شما را میرسانه به 5000 افغانی به مرحله سوم مرحله آخری که شما میتونین که الا 15000 افغانی پول را از برنامه با خودتان ببرین. بریم سراغ یک وقفه بسیار کوتاه و بعد از وقفه مرحله اسکی بپرسم. شیراز کامل 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، حسنات عمرزی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، اجمل حقیقی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، ذبیح الله حبیبی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، هاجر سادات 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، عبیدالله مجیدی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز. برگشت ما مرحله است که بپرسم امشب هست و 6 اشتراک کننده که تانستن در مرحله اول هر کدامشان 70 امتیاز از آن خودشان بسازن و میتونین که حالا دیگه از زنگی که در پیشرویتون هست استفاده بکنین. یک سوال خیلی آسانه برتان میخوانم به خاطر که از که بپرسم آغاز شوه. دستتون رو روی زنگ بگیرین هر آن کسی که جواب را میدانست زنگ را بزنن و از که بپرسم از همون آغاز میشه. سوال خیلی آسان است. فقط اجازه میتین که تا آخر سوال بخونم بعد زنگ بزنین. درست است؟ آماده هستین؟
شما سه نفر بسیار خوب چوب هستین. این رقم این رقم تیم اجمل جان میبرتون ان شاء الله. ان شاء الله میگم. مرکز ولایت هرات چی نام دارد؟ مرکز چی؟ شیراز. هرات. هرات. آفرین. ده امتیاز شما گرفتین. بس که بپرسم از شما آغاز شد. چرا تو دبروهای ترکا رفته؟ یه همینطوره مود است. استایل است؟ بله. مدل است این دیگه بشک دان. این اجمل جان سر تو کارها رو میکنه یا نی؟ اجمل جان؟ بسیار خوب، یک لباس بسیار مقبول هم آماده کردین و یکی که در پلوی که پرانتون بان هست، یک شال مثلا اینجا نصب است. بعضی هستن که در سابق هم و دستمال هم انداختن نیم، بسیار بعد معلوم میشد آدم خودشان پدیش وصل است. آلا خودتان وصل ساختین، یک دیزاین کاملا جدید هست، بسیار مقبول. بچه ها ببینین، سال یاد بگیرین، سعی کنین چقدر مقبول مقبول کار شدن. خب از کی بپرسم شیراز؟ تیم مقابلت از عبید جان. عبید الله. حسنات هم گفت از عبید. شیراز هم چرا؟ نه من نگفتم از عبید. کدام پدر کشتگی خو نداره این کرده؟ نه سلام کسی هستم نگه باید دیاب شد. چرا؟ هشتا من شدیم هم نگه اردشان قز داره. خب ببینیم که حال چی میکنن. ساعت بسن. پایتخت کوریای جنوبی چی نام دارد؟ یک دو سه چهار پنج. کوریا نرفتین؟ نه بلا. حالا خب برین نه که سوال ها رو جواب دادن بتانین. متاسفانه عبید الله یک چراغتان سرخ میشه و دن پیاستان کم میشه. سوئد هست پایتخت کوریای جنوبی. سوئد. سوئد. از کی بپرسم؟ از زبی الله جان. زبی الله. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد آن آشنا کرد. این شعر زیبا را کدام شاعر معروف پارسی سرا سروده است؟ مولانا. یک. شیراز. دو. رحمان بابا. شیراز کیست؟ سه. شاعر بوده. چهار. شما شاعر هستین؟ سعدی. پنج. متاسفانه شما هم یک چراغ سرخ زدین. بسیار سوال های مشکل. شمس الدین حافظ شیرازی. حافظ بود. حافظ نگفتیم که خب کت که پس جورش کنم برخوما لایب نیم کت که پس جورش کنم همیشه تو که اجازه داریم. خب از کی بپرسم شیراز؟ از آجا جان. نوبت آجا هم رسید دیگه. بله ولسوالی کوهبند در کدام ولایت موقعیت دارد؟ ولسوالی کوهبند. یک. دو. سه. چهار. پنج. پرون. از کجا هستیم؟ میدان. هر دوش اشتباه. یک چراغ ساخت در امتیازتان کم از در ولایت کاپیسا است. سه نفر دیگه دم یک سوال اول زدین، چراغایشان سرخ ساختین و یک سوال دیگه هم اگر بکنین دیگه نزدیک پردگاه میرن. بیاین قبل از او من یک زمان شنیده بودم اجمل جان میگفتن خوب زمزمه میکنن. صدایشان رو شنیده بودم. من خود دروغ گفتم خواهی نه دیگه. نه میفهم که شوخی کردی؟ نه شوخی نکردم. من شوخی دارم کتن. نه خب برنامه را اولش همین قسمت است ولی هیچ من زمزمه را هیچ میاهنگا را هیچ من نمیتونه حفظ بکنم. درست میگم؟ بله دقیقا من آن ترس هست ای که دیگه ترس نیست تا پیشتر خب میگفت اینا میتونن زمزمه کنن. من فکر کردم شما شاید بهتر بفهم این که تو یک سوال کردین من تاکید کردم شما پنج سال هم کار کردین اردین مرا رد کرد مستقیم. کی زمزمه میتونه؟ آسانات؟ عبای جان بوری اکتر زمان بکن. عبای جان خوب از باز بعضاً ما میشینیم بعض اوقات باز عبای جان خوب ببینیم دیگه عبای آشخانه آشخانه؟ کهی میتونم از زمزمه کنم حال اینجا میشه؟ آه میشه بازی تیکه پس همین وقت زمزمه میشه خواندن آدم یاد آدم نمیگه بوری اکتر خیلی
چیره؟ تو خیلی بگو من نیمی آخریش هم میکنم. بگو این یک آهنگ که زیادی وقتا زن تمام میکنن. کدام آهنگ؟ که ما تمام میشود نم. آه که ما تمام میشود نم و جان ما آمده تمام. صفه دستی دو چشمک های موشی خدا کنه که بیوفا نباشی. این چیز زمزمه را زمزمه گفتیم دکلومه را گفتیم. صفه دستی دو چشمک های موشی خدا کنه که بیوفا نباشی. که ما تاو میشه از نو بزان ما مده تاو. آخه آفرین بیباش بسیار عالی با سر لعی بگفته یگان تو خیلی خوب زمزمه کردیم. هاجر جان چی گفت؟ طرفایت خیرتیست؟ خیرتی. خب هاجر جان چقدر دیر میشه در تیم مدلنگ آمدی؟ یک سال میشه. چی باعث شد که بیایی؟ علاقه داشتم زیاد. چقدر علاقه داشتی؟ اینقدر زیاد. اینقدر بسیار خوب. خوش هستی در تیمتان؟ بله بسیار خوب. انشاءالله که موفق باشی و با آن جایگاه خود دوست داری برسی. شیراز از کی بپرسم؟ نه. هر سهشان دختر نیست یک دانه سقه خوش میکنی. زبیولا جان. از کی؟ زبیولا جان. یکم بلندتر. زبیولا جان. بلندتر. وزی کردم بلندتر. آه مایش نمیشنه این صدای تا. زبیولا جان. زبیولا جان. یک ذره صدای تان بتین برشان. خب این سوال اگه جواب نتین او دیگه اختارایی که اجمل جان در اول میدادین دیگه میره دیگه. خب یک سوال آسان‌تر یاد ما سوالای میگه کلاً اروپایی خارجی یعنی داخلی باشه داخلی سوال اسدآباد مرکز کدام ولایت است؟ یک پروان دو کاپیسا سه هرات چهار کابل هنگ قندار کابل 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 مرکز کابل سمنگان اسدآباد است. یک چراغ دیگه سرخ در امتیاز کم مرکز ولایت کنر. این از خارج هم نیدم این از زکایتان آمدیم. خیر از کی؟ از هاجر جان. تشویق نکردین خودتانه؟ باز چراغ سرخ دادین؟ تشویق بکنین. خب از هاجر. از هاجر جان واحد پولی اسپانیا چیست؟ اسپانیا یک دو سه چهار پنج شش کدامش؟ یورو. آفرین یورو هست. تشویقشان بکنین. ده امتیاز گرفتن و خیر است دختر خانوم هستن نقل نرسید برشان چرا تو میکنین؟ هاجر جان از کی؟ شیراز. شیراز. سه تا چراغ سرخ داد ما را. سوال خیلی آسان آمده ببینیم که چی میکنین. در فیلم کمدی تاو بالا نقش مرکزی مرد را کدام هنرپیشه کشور بازی کرده است؟ یک دو سه در فیلم چهار پنج سلیم شاهین. یک چراغ سرخ در امتیاز کم در بسته بچه هایی که در سینما کار بکنن فقط سلیم شاهین هم شناسین. هر سوال سینمایی که می آید همه گیر شراغ کننده ها میرن سراغ سلیم شاهین. چی؟ خود چراغ سرخ شد؟ شد. آنو بگوین کی است؟ نه نقلش رسول ایمان. آفرین رسول. چی بود؟ سوال میگفت بگویم بگویم زمان یک سوال سرش بیاد سوال نمیفهم بلا با چی بود؟ رسول ایمان بوده که دیر برشان نقل رسان زندگه خیر باشه. دیگه مده تو چانس نداری که بتانیم برش میرسانیم. من طرف دار ای تیم نیستم. طرف دار ای تیم هم نیستم. میتونیم دوباره پس همه آدم بگیم؟ بله میشه. شیراز نگه آسنات بود. آسنات. یک سوال آسان. خب. در پرچم اوکراین کدام دو رنگ ها به کار رفته است؟ سفید. یک. دو رنگ فقط بگوین. دو. سه.
4 زرد 3 5 زرد آبی کدامش؟ سرخ آبی کدامش؟ زرد آبی آفرین، تشویقشان میکنین زرد و آبی. دو تیم گفتین که نقل دادن و یک مراتی امرایتان کردم و دیگه اگه مرات نمیشه دیگه. حسنات از کی بپرسم؟ از حاجر بپرسین. از حاجر نثار احمد بهابی تکواندوکار معروف کشور در کدام ولایت متولد شده؟ یک دو سه کابل چهار پنج یک چراغ دیگه تا هم سرخ. در امتیازتان کم، در کابل زندگی میکنن اما در ولایت کاپیسا بلوسبالی نجراب به دنیا آمدن. در امتیاز شما کم شد، اگر دوست داشته باشین خودتان را تشویق کنید. از کی بپرسم؟ از بیلا جان. خب میپرسم تالتان که یک سوال خیلی آسان هم آمده، 100% میتونین جواب بدین اما قبلش یک وقفه میریم، یک وقفه بسیار زیاد کوتاه و زود زود برمیگردیم. شیراز کامل 70 امتیاز با 2 چراغ سبز، حسنات عمرزی 80 امتیاز با 3 چراغ سبز، اجمل حقیقی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، ذبی الله حبیبی 50 امتیاز با 1 چراغ سبز، هاجر سادات 60 امتیاز با 1 چراغ سبز، عبیدالله مجیدی 60 امتیاز با 2 چراغ سبز. برگشت ما بخش دوم برنامه است که بپرسم و بخشی است که بپرسم هستیم و خوشبختانه که خوشبختانه بگویم نمی‌فهمم چی بگویم که دو تیم که رقابت دارن، یک تیم بسیار زیاد ضعیفی میکنن و تیم اجمل حقیقی تا فعلا خوب پیش میره. فکر میکنم اجمل جان رو نگه داشتین دیگه که برنده شون. اجمل جان اگر خواست باخت کم کردیم انشالله که امیدوار هستم که پیروز شید. ببینیم که چی میکنین. سه چراغ سبز دارین، حسنات هم خوب است اما سوالی که باید پرسیده شود از ذبی الله هست. یک کلمه دیگر به جای واژه کهن بگویید. کهنه قدیمی. آفرین. کهنه قدیمی. تشویقشان بکنین. گفتم که سوالشان آسان بوده. یک رقم دیگه اما تفترکایی دیگه جواب بیده. حالا مکت خوب است که انتو نکدی که حالا مکتان میفهمم. از کی؟ از حسنات. حسنات ماه دوازدهم سال میلادی کدام ماه است؟ یک نقل نتین بچه هایی که در تالار نشستین لطفا. دو سه چهار پنج یک چراغ سرخ. متاسفانه ده امتیاز کم. دسامبر. دسامبر سخت نیست دیگه، سوال خیلی آسان بود از ماهای میلادی. اینکه که سوال آسان نبود. بسیار تنبل هستم. نه حساب میکنی؟ حساب نماندین دیگه، وقت جوابش خلاص شد. بیا بخواهیم ما اینجا استاد هستیم برای حالا خلاص شد. اگه جواب دادین ما چراغ کنه سرخ سبز میکنیم. نمیشه. میشه. ما چراغ کنه سبز میکنیم. بریم. کار گذشت گذشت دیگه مهم نیست. سعیز بچه هایی که در تالار هستین، من عاجزانه و خواهشانه هستان گفتم که نقل نتین نی و خاطر که از بالام شما رو کنترل میکنن باز برای من میگن که بچه ها نقل میتن صدایشان میاد. مایک هم خود دیدین دیگه در این پیش رویتان مایک هست صدایتان واضح میره برشان. از اونو بالا چند چشم هست که چک دان کردن میره. خب بخوریم بخوریم. میبینی دو چراغ دارم پاس پیش من. از کی بپرسم؟ خب ما خو میخواییم اجمل جان را ثبت کنیم که بر آخر بان برندش سوال از شیراز میکنیم. بیشک اجمل جان چه اختار دادین که به خدا از من سوال کنین مکتان نیفان. خب شیراز آرامگاه حضرت ابوبکر صدیق در کدام شهر عربستان سعودی موقعیت دارد؟ یک دو سه مصر چهار چی؟ پنج یک چراغ سرخ. اول بگیر باز ده امتیاز کم. نقل داد بر کسی؟ نقل اجمل نقل داد نه نقل های غلط 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 داد من نقل خوب دادم خوب حال یاد آمد. خب اشتباه بود در مدینه منوره جواب درست هست که شما متاسفانه یک چراغ دیگه تانم سرخ میشه. از کی بپرسم؟ حسنات. حسنات نوبت خودت هست. ولایت لغمان چند ملوسبالی دارد؟ یک
دو شش سه چهار شش ولس والی پنج یک چراغ دیگه هم سرخ در امتیازتان کم پنج ولس والی دارن. تشویق نمی کنین خودتان ها؟ از اجمل می ترسین چطور؟ چی ره؟ از اجمل می ترسین تشویق نمی ما قسمی میستیم در باید ما هیچ ترس نیست معلوم می شه فقط می خواهیم برنده شه معلوم می شه فیشتر اجمل چی گفتین؟ برو نمی سرده گفتین که گفتین که دیگه شو نمی گفت خب از کی؟ اجمل حقیقی نه دلا گرده کردن سنگره خب سخنگو لقب کدام پرنده است؟ یک توتی آفرین توتی تشویقشان بکنین ده امتیاز گرفتن خیلی یک سوال آسان آمد از کی بپرسم؟ بیا استاد زبیر چی کنیم که اگر باز شبه که بره بخیر دیگر خوشی رو بسیار زبیر الله خوشتاله هستی یک سوال آسان آسان برده واحد شمارش کفش یا بوت چیست؟ واحد تعداد است دیگه چی میگی؟ مثلا میگی یک دونه بود بطه؟ خب دو رقم است یک دو سه تا نو است که شماره 42 43 واحد شمارش بود چیست؟ در نوازه بگو یک دو سه چهار یک دونه بود تنها میخری؟ خب جوره یعنی تو جواب بتنی؟ واحد شمارش بود یا کفش جوره است جوره در امتیاز گرفتی؟ بسیار زیاده این حال پس اونا می آید سرم گنز شدن دلم برشان سوخت و اگر باز من هست شدم باز نه به حفظ به تو می کنیم این بار زبی الله از کی بپرسم؟ از اجمل اخیر این اجمل جان یک سوال خیلی آسان و دیگه براتان میگم متضاد کلمه غمگین چیست؟ یک ناخشنود متضادش برعکس غمگین چیست؟ خوش شادمان خوش شاد در امتیاز گرفتی نافرین از کی بپرسم؟ استاد زبی میپرسیم استاد زبی فکر میکنم یک سوال است شما هستین و بخیر همون تو میرین دیگه نه امید که شما کمک کنین شما هم کمک کنین من چطور کمک تان کردم خب خیر است از نگاه سوالی کمک کنین چرا نه؟ آتشکده نوبهار که یکی از بناهای تاریخی کشور است در کدام ولایت موقعیت دارد؟ یک دو مزار سه آفرین در ولایت بلخ یا مو مزار شریف این خداوند کمکتان کرد نه گفتم خداوند کمکتان کنه جواب اولتان درست بود اگه نه اگه با ثانیه هم میشمردم میرفت این طرف پرمان و نیف آمون خب میگفتم یک ده تاشو میگفتم یک راست مو برامر از کی بپرسم خب باز میریم سر اجمل اجمل جان دگم در پرچم کشور اندونزیا کدام رنگ ها به کار رفته است؟ یک دو رنگ سرخ سه آبی چهار زرد پنج سفید بیخی افرنگ است دیگه اینو تا افرنگ است نه؟ اندونزیا رنگ آبی به کار گرفته شده با لوگوی زرد ببینین در بین جوابایی که گفتین یک تاش درست است و یک تای دیگه هم باید بگوین تا جواب شما رو درست بگیریم از بالا برام میگن آبی و سفید آبی و زرد میگن سرخشکو یک چراغ سرخ تبریک تان باشه از بالا مکرر ندارم سرخ و سفید بوده سرخ و سفید ما هم گفتیم میدادم نه آبی و سفید گفتین و دیگه شو نیفهم چی گفتین از بالا گفت سرخش کن از بالا بعدن به حساب جان برسیم از کی بپرسم اما تو میریم دیگه به نوبت از حسنات میگیم حسنات یک سوال دیگه اگر جواب نتین از برنامه حذف میشین ماه اول سال قمری کدام ماه هست؟ اجری یک دو مچم سه چهار پنج مقام ششم برتان تبریک باشه و شما از برنامه حذف شدیم از کی بپرسم؟ خب میریم طرف شیراز شیراز جان هم شما هم رفتین با این سوالی رو که من میبینم در پهلوی همتیمیتان میرین رومیو و جولیت اثر کدام نویسنده معروف جهان است؟ یک
دو. سوال سخت‌تر نیستن. سه. چهار. پنج. برتان اگر این نقلام داد چی گفتن؟ نه نگفتن چیزی. بگوین کدام کی اسم میشناسین شما؟ من از دلم برش صدیم شیرازی یا برش گفتم. اصلا نام یک خارجی سر بر سعدی و شیرازی را نمیرسند. ویلیام شکسپیر بود. شما هم از برنامه هست شدین، مقام پنجم برتان تبریک باشم و ببینیم که اجمل جان چی میکرن. از کی بپرسم؟ خب قرار بود ما خودم از ششم شما ممادت پیش را آمدم. حالا میریم از اجمل جان. رحم نهی کنن سلطا. امونجا که میرفتین نبرین نشان. ولسوالی تایوره در کدام ولایت کشور موقعیت دارد؟ تایوره. تایوره؟ افغانستان؟ آه. دو. سه. چهار. پنج. کنر. شش. هفت. فرا. هشت. هرات. سرخ. یک چراغ دیگه هم سرخش کن. برش تبریک باشه. ده امتیاز دیگه هم کم در ولایت غور. من اون سمتا رفته بودم چون من در غور نرفتیم دیگه. نه اون سمتای فرا و نزدیکای غور رفته بودم چون یک ولسوالی نسبتا کم آشنا است. با خاطر خیر. خیر دیگه نشد. فکر کنم عبیدالله دیگه نه تو اول میشی خودم تو خب شش دیگه دو چراغ سبزم داری. از کی بپرسم؟ خب میریم چون کلگ دو چراغ سرخ دارم. اول تیم مقابل باید هست شما بعد تیم خودتان. یک خب. نظر است که شما به نفع خودتان کار بکنید. اگر میخواهید که از تیمتان انتخاب کنین این سه نفر در تیمتان است. میشه که از تیمتان انتخاب کنید؟ خب از ما نه زیاد که تمار علمی بیتفاقی است که مثلا افغانستان در این وضعیت سایی کنه گفت از کجا و کجا میبرن ما یک افغان هستیم پشتون تا ازبک هزاره خب تو یک کار میکنیم محقیصای میگه که اتفاق کنین ما امرای هم تیمی خود اتفاق میکنیم میریم در جان مقابل از اجمل جان میریم ای نه خوب زد در جانتان فوتبال میبینین؟ فوتبال نه دوز دارم نه میبینم بعد بختانه که این سوال باید از دان پرسیده شود در مسابقات فوتبال یورو 2016 کدام کشور نایب قهرمان شد؟ برزیل یک اسپانیا دو انگلستان چهار پنج اندونزیا شما از برنامه هست شدین به نقلای آسونات نرین آسونات به فوتبال چی میفهمه تبریک باشم افتخارشان فرانسه بوده جواب درست فرانسه خب اینه دیگر قرار بود ما خودم ششم حذف شوم زیاد پای در پای دوال که دو چراغ داشتم سرطان رحم نکردن رحم نکردن دیگر ما رو مجبور ساختن به اتفاقی رو پردیم که ای باز کمه داره خب تیگه من در آخرم که گفتم دو رنگ انتخاب کنین دو رنگ انتخاب نکردین یک شامتان انتخاب نکردین پنج ثانیه هم پوره بود دیگه باز بود جنگ تانو برنده بالا حل کنین خب هرچی که زبان چربی کنیم علی را نگیرین مدل برتان از کی بپرسم زبی الله خب میریم طرف اوباید جان اوباید نوبت به خودت رسید تاکا واحد پولی کدام کشور است تاکا یک تاکای درخت فهمیدم را فکر کنم چی است اندونزیا سه چهار برزیل پنج اسپانیا متاسفانه یک چراغ دیگه تان هم سراغ ده امتیاز تان کم از بنگلادش است نشد دیگه از کی؟ اینه تو فکر کنم با شوخی دیگه زبیولو اول شد یک سوال جواب بتین میتونه هنوز مهاجر و باید هم وقت داره خوب. یک سوال جواب بتین تا بتانین برنده شدین خب کی؟ از هاجر میپرسیم هاجر خیلی سوال آسان است هاجر جان اگر بتونی جواب بتی شاید خودت بتونی برنده شوی تانسل ها در کدام قسمت بدن موقعیت داره تانسل گلون کجا؟ آفرین در عقب گلو بیشکتان حاجر چی میگن؟ بخریم ما دیگه در اینجا برو اون طرف از کی؟
او باید رفت زمین خودت چرا انتخابش کردی؟ در زمان کدام شاه بابری در هند نفوذ استعماری انگلیس آغاز شد؟ یک خب دو سوالتون درست نفهمیدم. در زمان کدام شاه بابری در هند نفوذ استعماری انگلیس آغاز شد؟ فهمیدین؟ آها. یک دو سه چهار پنج گاندی جی؟ اونا کی هستن؟ خب گاندی جی رهبر بوده که هند از خیلی فقر و بسیار اقتصاد بالا برسانه با وجود جمعیتی که هند داره. نه اونا نمیکنن. شما از برنامه حذف شدین، در پهلوی سه نفر دیگه خوش آمدین. جواب درست در زمان جهانگیر بوده. ماند عبیدالله. عبید ولا آجر جان دیگه رفت. آجر خورم مرحله آخر امید نمیره فعال میشه. عبید اروپاییان سلطان سلیمان را به چی لقب یاد میکردن؟ یک دو سه چهار پنج شاه سلیمان. شما هم حذف شدین، بازم از آسانات نقل گرفتین؟ نقل ندادین؟ دیگه گفت بیخی نفهمیدن. خب هاجر جان تشویق شدن بکنین که 5000 افغانی رو برنده شدن و جواب درست عبیدالله هست، سلطان باشکوه میگفتن لقبش بوده. هاجر جان 5000 افغانی مبارکت باشه، آفرین. تو چی میگن؟ سیاست بازی کردی که داخل آرام 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 بالاخره دیگه خپک زیر بوریا. میریم سراغ یک وقفه بسیار کوتاه و بعد از وقفه بخش آخر است که بپرسم را. 7 سوال باقی مانده که هاجر جان ببینیم که چی بکنن. شیراز کامل با سه چراغ سرخ حذف، حسنات عمرزی با سه چراغ سرخ حذف، اجمل حقیقی با سه چراغ سرخ حذف، ذبی الله حبیبی با سه چراغ سرخ حذف، هاجر سادات 70 امتیاز با یک چراغ سبز، عبیدالله مجیدی با سه چراغ سرخ حذف. برگشت ما قسمت اخیر برنامه ویژه‌ای که با تیم مدلینگ افغانستان تیم اجمل حقیقی داشتیم و تانست در بینشان هاجر جان 5000 افغانی را با خود داشته باشه و مرحله آخر را بتونه که پیش ببره با ما. امیدوار هستم بتونین جواب بتین. آماده هستین؟ بله. مجلس جمعیت العلماء در افغانستان توسط کدام شخص تأسیس شد؟ الف قاضی امان الله خان، ب محمد نادر شاه، جیم محمد ظاهر شاه و دال محمد داوود خان. یک دو سه سوال جوابت اول سر بخونید. قاضی امان الله خان، محمد نادر شاه، محمد ظاهر شاه، محمد داوود خان. چهار پنج قاضی امان الله خان. خب گزینه الف را اینا انتخاب کردن و قفل شد. کس بر چیز گفت؟ اشاره چیزی رساندن یا نه؟ اما تو گفتی؟ خب اما تو اجمل جان چی حدس میزنیم؟ شما را خواهد حذف ساختن؟ غازی شاه امان الله خان واقعا مثلا فعالیت ها و کارها اینا دستاورهاشون زیاد بوده، فکر بکنم که جوابشون درست است. چطور خوب حمایت هم میکنین؟ خب نقل خو ندادین شما؟ نه نقل ندادیم. متاسفانه هاجر جان جواب شما کاملا اشتباه هست، گزینه ب محمد نادر شاه درست بوده و شما باز هم از برنامه حذف شدین و مقام اول گرفتین اما حذف شدین. اما شما یک چانس دیگه هم دارین، او هم اگر شما قبول بکنین. از 5000 افغانی که شما دارین ما 2000 افغانی ازتان میگیریم یا برو 1000 افغانی. 1000 افغانی ازتان میگیریم، سوال 4 جواب میپرسیم و سوالی که میپرسیم قیمتش است 2000 افغانی. اگر قبول کنین قبول میکنین، اگر دوست نداشته باشین همینجا ختم میکنین.
نه نمیرم پیش. نه؟ نه. استاپ میکنین؟ بله. یک پنج ثانیه براتون وقت میدم. با یک چراغ شاید بتونین سوالای دیگر هم جواب بدین. دو سه نه. چار پنج. نشد؟ نه. به افتخار حاجت جان و تیمشان که در ویژه برنامه ما اشتراک کردن. بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدین، اشتراک کردین و امیدوار هستم که بیشتر دختر خانم‌ها تشویق شوند و در تیم مدلنگ که هستن، اما دختر خانم‌هایی که به وجه اصلا این تیم را بتونن رشد بدن اشتراک داشته باشن و بر ما قابل قدر هست. تشکر بازم از اینکه از تیمتان با تیمتان یک جای آمدین و در ویژه برنامه ما اشتراک کردین. سلامت دوستان عزیزی که بیننده هستین، شما هم فرصت ای را دارین تا اشتراک داشته باشین در برنامه ما از طریق شماره واتسابی که همین لحظه روی اسکرین های تلویزیونتان هست. و یادم نره لباس های مقبول افغانی هم که ما پوشیدیم از برند بانوی شرق است، باید تشکری بکنیم ازشان که حامی لباس ما در برنامه هستند. بسیار زیاد تشکر از اینکه برنامه ما را بیننده بودین. ایام و کامتان باشه، متوجه صحت خودتان باشین در ایام عید. ما از شما خداحافظی میکنم، اما تیم اجمل حقیقی یک جست و حرکاتی از لباس های خودشان میداشته باشن و لباس های مقبولشان را برتان به نمایش میگذارند.